به نام یاد خدا، سلام و عرض حرمت خدمت شما خوبانی که بیننده هستین یوتیوب آرازو را. امیدوار هستم خوب و جور و صحتمند و سرحال باشین. هوای امروز کمکی سرد و آفتابی است. امروز بازم طبق معمول ما بیرون شدیم که یک سفر کوتاه، یک چکر کوتاه با شما یک جا داشته باشیم. من فعلا در چراهی ولسوالی بلخ حضور دارم. شما حتما به تصویر میبینین این مسیر به داخل ولسوالی بلخ میره و این قسمت هم به طرف چارسنگ سمرقندیان و مستقیم البته به طرف شبرغان و آقچه و سرپل و فاریاب. دوستان که امروز باز هم با ما همسفر باشین، ما را همراهی بکنین. در آغاز سفر ما میریم به طرف عج پیاده، باز به ترتیب میریم داخل بلخ شریف و زیارت ها و جاهای دیدنی خوب و شدمن براتون تصویر میگیریم و گزارش میگیریم. پس زیاد پر حرفی نمی کنم، مرا همراهی بکنید و اولین سفر ما یا اولین چکر ما به حج پیاده است. میرید دوست عزیز، ما رسیدیم به حج پیاده و در اینجا یک لوحه نوشته است مسجد نوگنبد حج پیاده و آل قرار است که من داخل برم و در داخل حتما چیزهای زیاد برای دیدن هست. شما را دعوت میکنم بریم به داخل و ببینیم که در حج پیاده چی چیزها را میتونیم ببینیم و چی چیزها برای دیدن هست. من همراهی بکنیم. عزیز، ما به دروازه ورودی حج پیاده رسیدیم و دیوالا به سبک قدیمی ساخته شده، از موره یا پخصه میگن و دروازه خیلی بر من جالب بود. این دروازه به سبک قدیمی حکاکی شده، شما خودتان میبینین. این دیگه دروازه قدیمی است که در قدیم ها بسیار سابقه البته اینگونه دروازه میساختن و داخل همین حج پیاده مسجد نوگنبد هم یک فضای خیلی بزرگ داره، باغچه ساختن و اون قسمت تا تخریب شده، ممکن در جنگ های قبل از تولد البته، و اینجا هم شاید جای باشه که کسایی که مسئولین هستن نگهداری میکنن، اونجا شاید بوده باش میکنن. پس بریم داخل به نزدیک خود حج پیاده نوگنبد ولسوالی بلخ. دوست عزیز، ما هم داخل شدیم به حج پیاده و یکم قصه‌هایی که ما شنیدیم حتما براتون شریک میکنم، چون اینجا کدام چیزی نوشته نیست، در موردش ما کم و کوتاه معلوماتی که از دوستا و رفیقا گرفتیم به اینترنت هم سر زدیم ولی معلومات دقیق بر ما ندادن. اول خوب است یک دفعه داخل شیم ببینیم که چگونه است. باز ما قصه خود براتون حتما میکنم، مرا همراهی بکنم. واقعا خیلی دیده میشه که بسیار تاریخی است، قدامت خیلی زیاد داره و قسمت های زیادش هم فرسوده شده، ولی خوشبختانه که برای فعلا از این مواظبت میکنه، نگهداری میشه و هم کسی هست که از این مواظبت میکنه. شما بین از نزدیک ببینید که چقدر به ظرافت کار شده. ممکن شاید هزار سال کم بیشتری قدامت داشته باشه، ولی نوز هم همونطور محکم مستحکم مانده و امیر قسمت به نام حج پیاده مینامند و قصه که من شنیدیم در مورد ایجا بوره هم براتون شریک میسازم. خب میگن کدام شخص بسیار خوب و مهربان بوده که 6 بار پیاده از ایجا به حج رفته، یعنی رفت آمد میکرده حج میرفته و بار ششم که تصمیم گرفته به حج بره توانمندیش نداشته و وفات کرده و امیجا اون را او شخص دفن کردن و همونطور گفته میشه، شنیده میشه که میگن کسایی که توانی را ندارن به حج برن از مسیرهای دور اگر یک بار تا اینجا پیاده بیان حجشان قبول میشه. اما اینکه چقدر واقعیت داره و چقدر حقیقت داره دقیق من معلومات بیشتر ندارم، ولی واقعا خیلی جای خوبی است و امیر صاحب حج پیاده خیلی بزرگ است. میگن که جمعه روزها تعداد زیادی خانواده ها به خاطر سیاحت و چکر به اینجا میان و در اینجا دیگ و دیگدانچه میکنن، میباشن، وقت خوب خوش سپری میکنن.
قسمی که براتون گفتم یعنی قدر مقبول، قدر زیبایی دستکاری شده که در موردش براتون چی بگم، چقدر خوبی نقاشی شده. منظورم از همون قسمت هایی که از اگر اشتباه نکنم این خاک است، یعنی خاک از خاک، من نمی‌فهمم چگونه خاک است که تا هنوزی همونطور باقی پا بر جا مانده، با وجودی که امی چند وقت تازه میشه که از این موضوع بد میکنن. قبلا این امی سقفی که در بالای سرش هستی وجود نداشت. در امی اواخر اطلاعات فرهنگ تلاش کردن، کوشش کردن که این امی ای را بر سقف بگن تا که برف و باران تخریب نکنن. در مجموع کلش از خاک ساخته شده، خاک است، یعنی خاکی است، ولی توسط خاک اینا در خودمی ستون ها در نقاشی کردن یا حکاکی کردن. یک رفیق نمی جاست که نگهداری میکنم از نمی حج پیاده، بریم با اونا صحبت بکنیم. اگر با ما حرف زدن خوب، اگر چیز نگفتن باز بخیر، به طرف ولسوالی بخ میریم به جاهای دیگه تاریخی. بیاین پیشم رفیق، بریم با اونو صحبت بکنیم. اگر امروز ما گپ بزنم، کمی که چه آرام صحبت کردم، دقیق نمی‌فهمم چرا فضای خیلی واقعا آرام کننده هم است. رفیق جان مونده نشی، خوب هستین جان؟ تونجور صحتتون خوب؟ بخیر هستین؟ بخیر هستی، قربان سلامت باشین. نام کتاب برام رفیق جان نام عبدالحمید است. عبدالحمید جان یک کمی که طرف توشم که دفتر خوب در تصویر مقبول مونه شو. عبدالحمید جان خودت چی وظیفه داری، چی مسئولیت داری، چی کار می‌کنی، چی کار هستی وای جان؟ فعلا ما اینجا در بخش ترمیمکاری همی مسجد بودیم، اینجا کار میکردیم. فعلا داخل همی باقایش هست، این جوی کشی و اوداری و همی چیدا هست. خب چقدر معلومات داری در مورد حج پیاده در اینجا؟ در باره حج پیاده می مرقب حج پیاده که هستن اینجا میگن که مبارک میخواسته چی برم حج برم. بس چندین دفعه رفته میگن که دوباره باز آمده فوت کردم اینجا. اینجا که فوت کرده بازم اینجا دفن کردم. زمانی که خانواده ها به خاطر میان چی کار میکنند؟ یه خانواده که از مثلا نقاط مختلف میان در اینجا، به خاطر چی میان خانواده ها؟ خانواده ها میان یک زیارت میکنن، اینجا یک دیگه کاسه میکنن، اینجا میشینن، جایی چکر میزنن، پس میرن. تو کدام زیارت مشخص هم در اینجا هست که به خاطر زیارت بدن جدا از مقبره خودم شخصی که اینجا هست؟ بله. کدام قسمت هست؟ دو قسمت هستن، یک زیارت دیگه هم هست. خب، به خاطر چی میان؟ به خاطر چی میان؟ به خاطر چی زیارت میان؟ یعنی بعضی کسا میگن مشکل میداشته باشن میان و زیادترین نفر ها مشکل دارن به خاطر چی رفع مشکلشان میان. زیادترینشان بود چکر میان، اصلا نیش در زیارت نمیان، چکر میدنن بودم میرن. خب بیشتر مردم به خاطر چکر بایجا میان؟ بله. چقدر وقت خودش هستی؟ تقریبا از 2012 بود که اینجا هستیم دوباره. رفیق جان در مورد امی خود مقبره نامش مشخص است، نامش نوشته از جایی؟ جایش بله، در پیش رویش نامش نوشته است به نام قاضی محمد یونس. خیلی خوب است که بریم پیشش. میریم امون؟ بسیار بریم. دوستو بین شما برای همراه بکنید کسی که چندین بار به حج پیاده رفته، میگن که همیشه دفن است و حتما نامش هم است، مشخصش هم حتما در ذکر است، حتما براتون میگم که نامش چی است و کدام سال وفات کرده و بعضی گپای دیگه. همین طرف بریم. عبدالحمید جان همونطور نیم؟ خوب، بسیار خوب. و همه جا اینا دفن است. دوست عزیز، حج پیاده بابا، آرامگاه مرحوم قاضی محمد یونس، کسی است که چندین بار با گفته عبدالحمید جان به حج پیاده رفتن و بار چندمشان بود که باز اونو وفات کردن، اینجا دفن هستن، خدا مغفرتشان بکنه. و همونطور یک کسی که گفتم روایت شده بین کنم که پیشتر بین عبدالحمید جان همونطور روایت شده میگن کسایی که از دور نزدیک اگر حج رفتن همیتونن به ایجه بیاین، یعنی حجشان قبول میشه، اما ثواب حج کسب میکنن. معلومات بیشتر در اوجه هست، من دفعه بروم از نزدیک ببینم که چی نوشته از در اوجه. خواه خواه، بسیار خوب.
و اینجا نوشته است در مورد کسی که دفن است شما خودتون میبینین. اگر میخواییم من براتون بخوانم چون نام خدا خیلی زیاد نوشته کردم و خوب است که همکارا در تصویر بگیرن، با شما میتونید که از روی تصویر اینا را بخوانید. خب عبدالله جان، کدام روزا مردم به خاطر زیارت و به خاطر تفریح میان؟ زیادتر روزای جمعه میان، روزای چهارشنبه میان. جمعه و چهارشنبه؟ بله. در مجموع خانواده ها میان؟ خانواده ها میان، خدای فامیلاشون. خب بعضی کس به خاطر سیاحت، بعضی کس به خاطر زیارت. زیارت بله. خب بسیار خوب. کسایی که مشکل دارن باز در زیارت میان و زیارت میکنن باز میرن. این موضوع مشکل بر ما بود که خانواده به خاطر کدام مشکلات میان، چی مشکلات میان، حتما خود شما خبر داشته باشید. بعضی مریضی ها هستن که جن میگیرن یا کدام مریضی دیگه دارن، باز همینجا میان و باز از همینجا باز جور میشن. بعضی هایشان باز جور نمیشن، پس از همینجا میرن. یه تو کدام واقعا خود دیده باشی به چشم خود که آمده باشن، یعنی جن داشته باشن دوباره پس اجه خوب سلامت رفته باشن؟ بله، کسایی هستن که ادم دروازه که جن داشته باشه باز از همونجا میدون میان مستقیم همینجا، باز از اینجا باز جوش میشه پس میرن دوباره. خب اینجا تاویز بسته میکنن، بند بسته میکنن، چی میکنن، چگونه کار انجام میتن وقتی که من بذاره؟ اینجا تاویز مویز چیزی خوب بسته نمیکنن، بعضی تکوه را میاردم این بیرقایشون بسته میکنن. خب بله. تشکر عبدالله میتون، سلامت باشی، بخیر باشی، وقت خوش بر تو روزو میکنم، قربانت. بخیر از شما، زنده باشی. بخیر باشی. تشکر از برنامه تو. سلامت باشید. باش مک. خب ما هم زیارت میکنیم، دعا میکنیم که خداوند اینا را مغفرت بکنه، جایشان بهشت برین باشه. آنچه که برادر ما گفت اگر حقیقت داشته باشه واقعا خیلی خوب است و اینی هم معلوماتی که در مورد اینا نوشته است. پس دوست عزیز الان بریم به طرف ولسوالی بلخ و جاهای دیگه هم هست، حتما به تصویر میکشیم در موردش کم و کوتاه معلوماتی که خودم گرفتیم و از کسی که در اونجا هستن براتون معلومات میگیریم. همراهی ما بکنیم. خوشبختانه ما هم رسیدیم به مرکز ولسوالی بلخ و اینجا بازار جمع جوش گیروار خیلی زیاد است و حال دوست دارم برم در جمع مردم کمی با مردم قصه بکنم، درد دل بکنم که این روزها در بلخ چی میگذره، مردم مصروف چی کارا هستن. همراهی من کنید. رفیق مانده نشی، خوب است؟ شکر از خودت، خوب است؟ معلوم میشه که چپنداز هستی؟ نه چپنداز چی میکنم؟ نامه که برمو بگو. نام ادیب. ادیب جان چقدر نام مقبول داری؟ شما خودتان مقبول هستید، نام ما را شما مقبول است. نه زبانتان مقبول است. سلامت باشید ادیب جان. خان چی مصروفیت داری، چی کار داری، کجا میباشی؟ ما فعلا نازم بلخ هستم دیگه، مصروفیت نمایندگی بلخ. نمایندگی بلخ؟ نمایندگی مترا. خب از کدام منطقه، از کدام ساحه؟ او در پیش شاروالی هست، اینجا ما پیش شاروالی هست، تمام جای هستیم دیگه. چطور است وضعیت کار بار مردم ولسوالی بلخ؟ فعلا خوب است دیگه، بدم نیست. چقدر خوب است؟ 20%. 20%. یعنی 80% خراب است. چرا خراب است؟ 80% خراب است دیگه. دلیلی که میشه بر ما بگوین به خاطر چی خراب است بازار وضعیت بلخ؟ دلیلش خودتان میفهمید که حکومت تغییر کرده، پول بند است. این خودش دلیل است دیگه. دیگه چی دلیل باشه؟ نام خود قسم میگه دیدم میشه مردم در جمع جوش هستن، هم بگیم مصروف کار و بار روزمره خود هستن و وضعیت چطور خوب نیست میگین؟ خوب نیست، وضعیت خوب نیست. 1 کیلو روغن خودتون میفهمین چقدر، 1 کیلو آرد 1 بوجی چقدر شده، دلار بلند است دیگه، وضعیت خراب است. این خودش وضعیت خراب است. اینا رو صدر پیدا کردن نمیتونه، صدر به 1 کیلو روغن نمیشه دیگه چه رقم وضعیت خوب باشه. یا ان شاء الله بخیر خوب میشه، دعا میکنیم دست هم که وطن ما دوباره بخیر، قیم اردونی شوه و مردم مسئول کار و بار خود شوه ان شاء الله. بخیر باشه، تشکر از شما، وقتتون بخیر. باش که مبرم پیش آدم های محسن سفید، کسایی که سنشان بزرگ باشن و خوب گفک های خوب خوب میداشته باشن. السلام علیکم بابا جی، مانده نشین، خوب هستین؟ جانکتان جون؟ پدر جان نامتان؟ محمد نظر. محمد نظر، پدر نازنین خودتان نسفال فروشی میکنه؟ بله. خب ایره خودتان جور میکنید یا کس جای میخرین؟ نه خودم جور میکنم. خب چقدر وقت میشه که نسخه جور میکنید میفروشید؟ بسیار وقت شده، قریب 20 سال شده. 20 سال شده؟ خب
این اسوالا باز پاکت چند است پدر جان؟ یعنی 5 روپه. پاکت 5 روپه؟ بله. ارزان نیست یک پاکتی 5 روپه؟ ارزان است دیگه افغانستان دیگه تمام چیز ارزان است، یک خارجی قیمت است دیگه. دلار قیمت گرفته باز نسوار قیمت بالا نمیکنه؟ بالا نمیکنه. پدر جان نگفتنی که نسوار از چی جور میکنه؟ چی استفاده میشه دیگه؟ تنباکو جور میشه، تنباکو گفت که کلان برگ میکنه. خب؟ همین تنباکو میگه، همین جور میشه بخواه. باز ایره که استفاده کنم برای ما نقص نمیداشته باشه؟ پایده هم نمیکنه. پایده هم میگه نقص هم نمیکنه؟ نقص هم نمیکنه، پایده هم نمیکنه، یک عمل است دیگه. خود نسوار حتما میزنید؟ آه میزنید. نسوار کلش یک قسمه و فرق میکنه؟ آه دو قسم است. کدامش دیگه؟ ایچ دیگه است؟ دیگه رقم است. اینش بخی یک چی میگن یک چیز نو است؟ مثل خمیر همون تو؟ آه همون تو هست. ایره زبان میمونه یا دیگه؟ بخیر باشین، به کار بردون برکت. خوب هفته و گرمه خو گیر کردیم. گیر کردیم. بخیر باشین، سلامت بود پدر جان، رام باشین. همگی خوب هستین انشاءالله؟ گردون خوب هستین؟ شکر شکر. کجا بریم دیگه؟ شما خوب هستین جوانا؟ خوب هستین؟ سر خوب هستین پدر جان، جور بخیر. هفته و گرم هستین تو خدا پیچان دیگه. والا هوا سرد است دیگه، نگاه کردن جان دیگه مهم است. نام تون برام نمیدین؟ نام رهولا هستم. رهولا جان کند کجا آمدی؟ کجا میری؟ چی مسئولیت؟ من مسئولیت روزمره است دیگه. چی مثلا چی مسئولیت روزمره داری؟ من PCO دارم، کامپیوتر. PCO دارین، کامپیوتر دارین. چطور است کاربرد؟ خوب است؟ والا شکر است، میچره دیگه روزمره. خب در ولسوالی بلخ بیشتر مردم مصروف چی کار هستن؟ چی کارا خوبتر زیادتر در رواج است؟ مردم اون کار انجام میدن؟ اینجا دیگه زیادتر مردم بلخ دهقانکار است دیگه. آه دهقانکار است دیگهش همین روزمره کارچگاه است دیگه، کله سودا که اینا سودا که دیگه همین. اما دهقانکاری که در ولسوالی بلخ هستن بیشتر چی کشت و کار میکنن؟ چی زیادتر پیدا میشه؟ برنج، گندم، ماش، چی؟ نه زیادتر پخته و گندم است دیگه اینجا. زیادتر پخته و گندم. پخته و گندم است. خب حالا کجا میرین؟ ما هم سیاق خود تانه دیدم پیش تانه آمدم. خیم چوش مال میمان حتما میکنم. آه چرا نه، ما در خدمت هستیم. خب برای ما چوش چی آمده میکنم؟ چیزی که دلتان باشه. نه غذای بلخ بیشتر که نام داشته و شهرت داشته باشه. اینجا دیگه پلاو هست دیگه. اما قابلی مزاری. آه قابلی مزاری. بخیر باشین سلام. آه زنده باش. بخیر باش. به 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 سلام علیکم رفیق. خوب است، بخیر است. جان تون جور. شکر. صحتتون خوب؟ شکر. چطور است؟ میمون کار داری نداری؟ آ چرا نه. خوب است. نام دارم گرافیک جانم. نوروز. نوروز جان قند خود چبلی کباب مدام میکنی. بله. نوروز چطور است کار برات نوروز جان؟ خوب است کار برم، قیمتی دیگه پولا نمیکنه دیگه، روز به تیر میشم اصلا. امی چبلی کباب است چی آماده میکنی؟ از کدام مواد استفاده میکنی؟ 1000 دست نه خود از کچالو است، پیاز است. دیگه 6 است. خب خب دانه چند است؟ آه دانه 10 روپه. من دانه 10 روپه قیمت نیست؟ نه یک بجار 2500 میخوریم، یک کیلو روغن 180 روپه. چی قیمت است؟ یک دانه بکش که بخوریم. چطور مزه میتن نوروز جان؟ زود میمون هستیم. بیا ما سالا میماندار هستیم هر روز. نه باز میماندار پیسه یکی هست؟ بیا پیسه میمون داریم من به خدمت دانه کسی بی پیسه میمون میگنیم؟ آه چرا نه؟ نه خوب است، در رفا که میگین مردم چیزی که تانو برما بتین، در رفا که میگین کلان کلان هستی. یعنی رو بگین که برو نمتن دوستان میزوزه باز؟ خب کدام شما پخته بکنم برای خودم با مزه بیا؟ خوش کار کدام شما که میخوری؟ کلی شک چیز هست؟ کلی شک چیز هست؟ دستان تلادو شده دیگه، همون تو ملاق بتم. نوروز جان. نه جان همه که برای ما قصه نکردی از ولسوالی بلخ. چه قصه کنم؟ خب چطور است وضعیت کار بار زندگی روزمره مردم؟ وضعیت خوب است، یعنی قیمتی مردم رو بسیار فرشان کرده. قیمتی خود در کل جای است؟ آه والا قیمتی تو مردم رو فرشان کرده که بیخی زیاد. باز روزمره چقدر از این چبلی کابا فروشات میگی؟ چه خماده میکنی؟ روزانه اون موقع فروشات میکنم یک 4000 3000 سودا میکنم، 4000 بعضی روز 3000 اونم سودای خرج خودش میشه و خرج خودم کلش میبره بس خلاص. گفتیم که نخود دست و شوش بتونه جگر گفتیم؟ آه شیش میدازم و گوشت نمیدازم. پورا نمیکنم که یک لوگوش سیدیم سارو پس نیست که از استخوان میبرای آدهی پورا میکنم. جدا, جدا جدا از چبی کباب غذای روسرک دیگه چی از در ولسوالی بلق؟ یعنی می چیز پس و چبی کباب است، یعنی تلا سر چه سودا میکنه، پایچک، داشی، پلاو، لوبیا، قرمه، کچالو. یعنی قابلی و کباب چند است خوراکش؟ اونا خوراک 150 روپس از ما خواه. یک دیگه چبی کباب بکش بخوریم که گوش نشدیم.
یعنی چابی که من نوشتم گرم است؟ آه هم تو تازه؟ اونو بگه خودی تازه اونو مو هست خب شما اشتیا دارین دوستو؟ خیلی است از طرف ما هر قدر که میخوریم پول شما میتم تشویش نکنین اگر چی میمون هستیم باید شما بپردازین پول شد شما خوب هستین؟ سلامت باشید یک چابی که اشتیا داری که بخوریم اینجا؟ نسی جان تو میمون هستی سر ما رمق داری بگه تو پدر کند یک جا با هم میخوریم بگه کما کما که کجاست منش نمک اینی هم موچه بگی پدا جان کمه که پیش بین شما نه چکنه برای پاتا میگنی یعنی کاسه به مایزه که کاسه آباد که مدیش چه طور است شما میگیرین تو به بلخ ما مردم میمان هستی تو حق داری سری مردم قربان سلامت باشی پدا خواهد شما خواهد کمه که بگیرین یعنی از خاطر تو کمی از گلون پایی نمیر شما از خاطر تو کمی ما میرم واقعا خیلی بامزه است این خوب صبح نکا بابا بابا سر میمان مردم میمان هست تاق داری سر میمان مردم کامل سلام من بشین خان واقعا خیلی مزه میده پدر شما چی کار میکنین؟ ما مردم همه شغل کارگری هست بود کامل کارگری؟ با چه دور از کار مار میکنه؟ پیدا میکنه؟ کار مار نیست کلی تمام روز دو سه نفر هستیم در روز پنجاری پا پایدایش نداریم یعنی خود ما ماجر هستیم از ولایت نیمروز هستیم خون اینجا یک جای کرایه شیستیم ما 1500 روپا کرایه میتیم 1000 روپا پولی برخ میدیم دو نیم ازاد برجیم یک چیزی که می کمکا می آیم خیرانه می آیم چیز می آبیده داره امونا که یک واسطه داره یک چیز داره نو برای زمنا میرسه ما مردم که ماجر هستیم در ما مردم نمیرسه فهمیده سه چهار خانم اینجا ماجر هستیم از ولایت نیمروز هستیم دیگه بیا خدا بزرگت پدر کنه مشکل سلام اگه هست انشاءالله بخیر حل میشه توکل به خدا هست خدا یک رمی را برده وطن خداوند یک آمین جان جور داشته باشد هم نیرزه بیا امیر باش امیر چی میگن امیر چبلیکا و به فرصت آرام بخوریم بگی 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 بگم بخوریم بفرم ما امروز هم در داخل ولسوالی بلخ هستیم و باز هم با مردم در جمع مردم و حالا میرم با هموطنان صحبت میکنم که مصروف چی کار و بار در ولسوالی بلخ هستند مرا همراهی بکنید السلام علیکم ماندنش خوب هستی؟ جان جول؟ صحت خوب؟ خوب رفیق نامت بر ما بگو بازدین بازدین؟ خوب چطور از کار برد بودید جان؟ والا گزاره میشه خوب است. خوب این جاوره از خود بلخ است یا جای دیگه؟ نه جی تو پاکستان میاد. از پاکستان میاد؟ گزیار دونه چند سودا میکنی؟ 15 رو. دونه 15 رو په. خوب پیره بریان میگی با سودا میکنی؟ آه. خوب روزمره چقدر سودا میکنی بود اینجا نزی؟ 2.5 ساعت میمانه. باز چقدر بر خودت میمانه؟ 2.5 ساعت با ما میمانه. خود 2 ساعت بر خود فایده میمانه. آه فایده میمانه. خوب بسیار خوب. تشکر بخیر باشی. نان شکم سیر خورده نمیشه که جواری بخوریم باز بخیر اگر بیگاه رفتیم طرف مزار از پیش سوغات میبریم جواری بخیر باشی سلامت باشی بخیر باشی تشکر خب باش کجا بریم میریم بازم در جمع مردم با مردم صحبت میکنیم ببینیم که وضعیت کار و بار مردم در ولسوالی بخ چطور است بیاین سلام علیکم شما صحبت بکنیم خوب هستین خوب هستین رمز جان جان جور شکر الحمدلله خودی جور هستین قربانتون بخیر باشه نامتون رو برام بگوین نام شهید مال شهید مال مال خب چقدر نام مقبول دارین نام از نام اصلی محب الله است محب الله از کدام ولایت زیبای افغانستان هستین ولایت بلخ ولسوالی بلخ قریه گرده خب بسیار خوب چقدر وقت میشه که در جمع مجاهدین هستین ولی فجر را میکنین 4 سال میشه 4 سال میشه دمیج هستین دمیج هستین خب چطور از روی مردم در ولسوالی با شما بخی الحمدلله مشکل نیست بخی زیباست کس خواست شما شکایت نمیکنه نه انشالله همه که خوش هستن آه کلش خوبه خب بخیر باشین ما امروز آمدیم در ولسوالی بخ میمانتون هستم تک دوره میکنم با مردم کمی که قصه میکنم صحبت میکنم بخی باز بیغم اجازه است بیغم صحبت کنیم ما امنیتتان میگیرم سلامت باشین بخیر شما بردگاردم هستین دیگه آه انشالله بخیر باشین قربانتون السلام علیکم خوب هستین؟ صحتتون خوب؟ جان تان جور؟ بخیر هستین؟ بخیر باشم نامتان رو بر ما بگوید اختر محمد هست اختر محمد جان قند خوب هستی؟ صحت من جانه که جور هست؟ کینو از خودت هست؟ بله نگفتی که کیلو چند کردی کینو اختر محمد جان؟ کیلو 45 ریپه کیلو 45 ریپه اینو رو خوش از مزار میارید؟ بله از مزار شریف میارید
پیاره کریت چند میخرین سیرکی؟ کریت 420 430 میخرین. خب بس کیلوی چند میگیرین؟ 45 روپ سودا میکنم. 45 روپ. روزمره چقدر فروشات میکنه باشه؟ روزمره 5 6 کریت فروشات میکنیم برادر. بس برتون چقدر میمونده باشه؟ 150 میمونه، 50 رو با ما کریت 200 250 غریبی میکنم. خب ان شاء الله کار برتون بدلتون است. شکر از هزار بار شکر است. خب خدا رو شکر بخیر باشین. ای کاش گوشتم میشدم که همین که کینیاس پیشتان میخوردم. قابل دانم نداره. نوش جان. خانه از نگه میجی هستی از کدوم؟ بله من بلخ هستم. اصلا از بلخ هستی؟ بندر اخشه بلخ هستم. خب یکم جای خوب دیدنی تاریخی کجا نزدیک است که بریم چکر؟ این دور پیش هر جایی که چکر برین خوجا پارسا برین مثلا جان مرد قصاب برین اون طرف بندر کلیف. نه برو معلومات داری؟ بله. کدام قصه جالب از جوان مرد قصاب برای ما قصاب کنین؟ هیچ یادم نمانده قصه. هیچ یادت نمانده؟ فقط هم قصاب بودم وقت خیر و خیرات چون میرن هم جای قصاب خیر و خیرات میکنم. نزدیک از دور است؟ این دو کوچه سه کوچه بالاتر است. بخیر باشین، تشکر. بخیر باشین. آرام باشین. بخیر باشین. قربانتون. میگن که زیارت های زیاد داره، جای تاریخی زیاد داره. حتما شما رو بودم چکر میبرم. حالا هم در جمع مردم هستم، با مردم هستم، در مورد کاروبار زندگی روزمرهشون که ازشون قصه میکنیم. بخیر باشید. السلام علیکم. بابا جی خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ جانتون جور است؟ بخیر میبینید؟ خوب من پایانشم باز بخی پایینش یک دفعه. انشاءالله خوب هستین؟ تشکر. خوش آمدین. قربانتون سلامت باشین. پدر خان نام مقبولتون برام بگین. اسم من خلیفه سردار است. یکی از دوگاندارای بندر اخچی ولسوالی بلخ. پدر نازنین چقدر وقت میشه که در ولسوالی بلخ هستین و اینجا کار میکنین، دوکانداری میکنین؟ من دوکانداری من تقریبا 30 سال میشه. همینجا دکانداریستون در بخش کار کردیم دیگه. فعلا این کلاه و جراب و چیزای ضرورت مردم هست همینجا فعلا بهش میبریم. چطور است پدر جان کار بارتون این روزا در ولسوالی بلخ؟ کارتون خوب است میشه نمیشه؟ فعلا فضل خدا کارهای ما خوب است، شکر امنیت هست، مردم در کار و بار روزگارش هست، اونو چیزی که ضرورت فامیلی ضرورت اولیشان هست همون خدا به دست میارن دیگه. آرام آرام میشه که هیچ کدوم مشکلی نیست. خدا را شکر. نگفتین که کلاه مقبول دانه چند کردین؟ باش که بپوشیم اقام تاش اگر چی میگن سر ما خیلی کلانه. امیره؟ این خورده است خدا سر را نمیاید. چطور دست مقبول هست؟ خب نگفتین کلاه را قیمت دانه چند کردین؟ این کلاه مختلف است که هر کدامش 150 روپه، 120 روپه، 100 روپه تا 50 روپه کلاه ما داریم. یا خودش ساخته می ولسوالی بلخ یا جای دیگه میاره؟ خیر نه، اینا طرف چیز می سونه قندار و سونه ویش میگن طرفا میان. پدر نازنین زیاد دوست میگم قصه خوب نظمی ولسوالی بلخ داشته باشیم از جوان مرد قصاب باشه کدام کس دیگر اگر داشته باشین برای ما شریک بسین خیلی خوشحال میشین. خود چون در ولسوالی بلخ ما خیلی جای تاریخی داریم، همگیش کلش دوستای خدا و بزرگاست، همینجا کلگیش هستن، هر کدام از این علایده خاص چی داره، تعریف و تصیف داره. اولش خواجه پارسا یک ماجد بسیار قدیمی و قدیمی داره، بلی امی است، بیش از 700 سال پیش کرامت داره. جانمرد قصاب همون تو سالانه قصاب ها جد محفل خودم میگیرن، یک شخصی بزرگ است. کامه که کوتاه در مورد جوانمرد قصاب بر ما اگر قصه کدام قصه که در ذهنتون باشه شنیده باشین؟ ما که میشون باز قصاب میگه که او در زمانای قدیم و بسیار قصاب پاک و پرخور و بسیار هم تو عدالت کار بوده و مو خاطر را نامش جوانمرد قصاب مانده. ولی این مسجد گفتنی که 700 سال قدامت داره می خواجه پارسای ولی پارسای بسیار یک واجد تاریخی است که شاید مردم های بخارا این در دیدار و در چیزش باشه. بسیاری تاریخی کسی که نماز بخونه با بسیار یک فضیلت و دیگه همه تو مثل که در راه خوب میدوی میری، همه تو وقت سونی نماز میری یا نماز بخونه اما دق و زلیت چی دک خستگی درفت میشه قدر یک فضیلت داری مزید. و
می میدونه کلا بخریم، کلایتون در سرم جور نمیاد پدر جان، چطور کنیم؟ یا کلش یا کلش یک سایز یا فرق میکنه؟ خب کلان دارد. چطور معلوم میشه برنامه؟ بله نه، نام خدا بر شما میزه. سلامت باشین، قربانتون، به کار بارتون برکت باشه. خیلی خوشحال شدیم پدر نازنین. خوش شدیم که شما را نزدیک دیدیم. ما دیگه امروز میمون اومدیم، هم تک چکر داشتیم در بین مردم و مردم صحبت کردیم، قصه کردیم. فضل خدا همگی در کار بار مصروف هستن، شکر خدا را. شکر هزار بار. از وقتی که امارات اومده هیچ گپی نیست، هیچ مشکلی نیست. کلگی دم کار بار غریبی روزگار خود پیش میاد. با کار بارتون برکت. شکر، خوش اومدید. زنده باشین. سلامت باشین. قرار گرفته برم خیر است. میگم در خدمت شما صاحب کی سرید. ها برم خیر بشه. شوخی میکنم، سلامت باشین. یکی تحفه از طرف. نیست. سایدش جور نمیاد از خاطر. ما خرج پردم نیافتیم. خب هر صورت باز بخیر پیدا میکنیم میگیریم. خیلی خوشحال شدیم. زنده باشین. تشکر. سلامت باشین. دوستو باش که کارگردان چه میگه کجا بریم؟ خخ خوب است. باش که کارگردان مرا هدایت داده است، میگه که بریم به داخل مسجد خواجه پارسای ولی و قسمی که پدر نازنین ما گفت، میگن که 700 سال قدامت داره، حتما به داخل میریم و دوجم از مردم میپرسیم که در مورد مسجد کمی که برای معلومات بتن امروی ما کنیم. خوب هستین؟ صحتتون خوب بخیر است؟ بشینید شما اینجا. چینو که تقریبا بدید. آ بشینید، بشینید شما. ان شاء الله خوب هستین؟ الحمدلله. صحتتون خوب است؟ بخیر الحمدلله، شکر دیگه مشکل نفست. شکر. فارسی خوب میفهمین ان شاء الله؟ فارسی میفهمین، گفتن دوغانی میگه. خب خیر، به صورت. نام جان بر ما بگین. نام سیف الدین. سیف الدین جان، خودتون دکان چی دارین، چی میفروشین اینجا؟ نو دلتا خود دکان لرمه، د کپړو دی. او عطر دی او پټوان خولی دغه دکان لرم. خب بسیار خوب. چطور است کار بار سیف جان روزا؟ ولا شدی گزاره کی مخ کی ډیر برابر وو، نو اوس شدی گزاره کی ان شاء الله بس کار روان دی. خب خدا را شکر. چطور است وضعیت کار بار مردم در ولسوالی بلخ؟ ولا اوس ان شاء الله شدی برابر دی، دسه ډیر خاص مشکل نسته، یو څه اقتصادی مشکل هسته، نو هغه به الله جوړ کی ان شاء الله. ان شاء الله امنیت ډیر ښه برابر دی، امارت اسلامي څخه خلک ډیر خوشاله دي، نو الله پاک دیو کی چې بس چې اقتصادي مشکلات یې حل سي ان شاء الله نور مشکل نه کړي. خیر زاف در ولسوالی بخ چی چیزا را میتونیم پیدا بکنیم، چی چیزا بیشتر فروشات میشه یا هست؟ نو واقع خود است دی چې دغه بعضی شان دی، لکه د زمرد د دکان شیان، یا مطلب د نور د شان هغه سیزن لري، او پات سوز د ترکاری شیان دی، بس خلک دی اخلي راځي خپل سودا کی، نو ان شاء الله خاص مشکل نشته، بس کار روان دی. امی مردم ولسوالی، البته مردم ولسوالی بلخ مصروف چی کار هستن؟ بیشتر چی کار میکنند؟ چی مصروف هستن زیادتر؟ در ولسوالی در اطراف خلق خود هستید بزگری که دیقانه بسی مصروف هستید، او اکثر خلق بازار که دکانون لاری، نواز الحمدلله امارت اسلامی دست شاروالی مربوط شدی، کمی ساحه دیور کرده، غرپه دی در کانتینرون دی، ما مکه خپل دکان نه تلو دی، امارت اسلامی شاروالی مربوط خلق شو، بس دغه ساحه ور کړلې، نو دلته بس دکان جوړ کی، خلک اوس ډیر کار ماشاءالله خلک دی مصروف دی خپل کارو باندې. خب امی اترې کی استفاده کوم، اترې کمی کی برمون خو بزن. نو ول نه سید دا درهم کی اترې خو برمون بزن، خیر است سید راست دوست زبون. یک اترې خیلی همطور با مزه داشتم، کمی کی استفاده میکنی؟ کمی کی بسیار کم. خب ببینیم که چطور از حتشون خوش است یا نه. بویش خیلی خوب بود، مزهش نی خوشبوش البته. بسیار کم. خب دستم بگیم در پیره نو میزنین. بس 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 داد درهم بنام آتر دی، بس دیر شایسته آتر دی. بنام چی هست؟ درهم. خب بازر چی تو فروشات میکنی؟ بس خلق اخلی شوقی دیر دیده خلقو. چه قسم مفروش نیره؟ بوتلکی هست یا؟ بوتلکی هست. چقدر مقبول است بازی؟ و بوتل چند است سیف الدین جان؟ نو د دې یو خالص بوتل په افغاني راځي 370 نسی، نو درهم په 40 افغاني دي، نو تقریبا یو سلوشل د 200 روپیه تمامي. 200 روپیه او دغه یو بوتل. آه بسیار خوب، تشکر، بخیر باشید. خیر باشید، شادغل است. سلامت باشید. بخیر باشید. دوستا صحبت با مردم در داخل شهر کردیم و حال میریم به داخل مسجد. ما را همراهی بکنید.
از ما داخل مسجد خواجه پارسای ولی شدیم و حال میریم داخل مسجد، حتما معلومات بیشتر براتون آماده میکنم. از مردم محل میپرسم، میگن که مسجد 700 سال قدامت داره که از تاریخ ترین مسجد در ولسوالی بلخ است. سلام، شما خوب هستین؟ صحتتون خوب، بخیر هستین؟ جان تونجو بخیر هستین؟ خب به نامتون بر ما بگوین. اسمم شکرالله، با یکی از باشنده گان ولسوالی بلخ شریف. برادر قندم از این ولسوالی بلخ هستین شما؟ بله. اگر لطف بکنی فقط یک چند دقیقه امروی به داخل مسجد بری، کمی که در مورد مسجد معلومات میخواستیم. دوستان عزیز، ما امروی برادر ما داخل مسجد میریم و اینا البته کمی که معلومات یا زیاد معلوماتی که داشته باشن برای ما شریک میسازد. معلوماتی که داریم برای فعلا برتون راه کرده میتونم. خب یعنی شما 30 سال است که در اینجا زندگی میکنید؟ بله، البته سنم 30 سال نیست، 30 سال تکونت داریم. بله. خیلی به صورت. بیان دوست داخل میریم. خیلی باشه. همجا باید بوده خدا بکشه. میریم شما. خب بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. بگویم نی خوب است داخل مسجد میشین. رفیق جان، از کدام طرف برای ما شروع میکن برای ما معلومات میتین ای مسجد است؟ بله، منبرش هست بسلو این طرف. خب نی هم شما قبه میگین؟ چی میگین؟ ما بسلو قبه مسجد خواجه ابو نصر پارسای ولی میگیم دیگه. به این جای خود امام مسجد است و در زمینش دو بال مسجد است. خب یک قسمتش به این سمت است، یک قسمتش به این سمت است. دروازه ندارم و داخلا یعنی یک جای اثار تاریخی است. همتون میتونن که 700 سال قدامت داره؟ قدامت داره. بله، 700 سال قدامت تاریخی داره. و در دو بالش چی هستی؟ طرفی طرف چی هست؟ دو بالش هم میتونه که دوستا نماز خدا ادا کنه. خب برای نماز است. بله، برای ادای نماز. بس این طرف راست بریم یا چپ است؟ بله، این راست. خب بسیار خوب، طرف بریم. چون میکنه که داخل باز تکم هم داره. و خب این قسمت دیگهش از یه مردم نماز خونده است، کمی که آرامتر صحبت بکنیم. خب خیلی جای خوبی است. این قسمت یک صدا آمد، گفتین که تحکه داره میجسته؟ بله، این استقامت تحکه هست. دیگه دروازه شاید که باز داخل میشن، داخل هم به میشکل یک تحکه هستن. باز داخل تحکه ویزی چی هست؟ معمولا چی میباشه؟ بخاطر نماز گذاری هست؟ نه خیلی، بخاطر از اینکه ایره کندن دیگه، دوست سابق چیز هست به خاطر نماز اجازه نیست داخل برن. و در بالا راه داره که برای نگام و اگر مشکلات مثلا اگر چیز میگن اما لاسپیکرهایشان اگر وقت دارم میکنن دیگه میکنن باز اگر وقت و روزای عید میشه، به روزای خوشی مثلا جشن خوشی دوست چیز متنان عزیز که میشه با به دلیل میتونن که دوستا از به خاطر لحاظ امنیتی سربازای ما بتونه بالا برایم باشه. خب در مورد خود خواجه پارسایی ولی چیز معلومات دارین؟ میفهمین کی بودن، از کجا بودن و چطور که به این طرف آمدن؟ خواجه ابو نصر پارسا یک شخص بوده، یک مثلا یک دوست از خدا، از دوستای خدا بودن و دیگه در سم زمین شکل یک از بی برخی میگن که حتی مکتب لیسی فریده بلخیم که میگن به نام از او اختراع شده و در زمینش به سن مسجد ما دفن شده و دیگه اونقدر معلومات خاص ندارم از این. امی دیوارازی از خشت کار شده یا سنگ کار شده یا کار دوباره سازی شده؟ دوباره سازی شده، ولی معماریش تازه، اما سابق که بود کاشی بود، یک قسم کاشی آبی بودن و کاشیش تکیدن و رفتیدن و خود تقریبا 700 سال هم بسیار قدامت بزرگ هم که بعد از 700 سال هنوز هم که استوال مونده هم بسیار گپ کلان گپ کلان بزرگ از واقعیت از یک جای تاریخی است برای متنان عزیز ما. دیگه جای بسیار مختلف داریم، البته جانم نرد قصاب میگه و دیگه در زمین سن خوج پارس دایتی بالای سار اگر رفته باشین، زمچی پالوان میگه، احمد آقا میگه، بسیار بسیار جای تاریخی داریم. خب بیایم قصه از امون دوستای خدا رو برمون شریک بسازین اگر شما شنیده داشته باشین از خانواده و از پدر و پدر کلانتون. جوان مرد قصاب یک شخص واقعا یک دوست خدا بوده، کسی آمده بس خاطر ازی که ما به اصطلاح چیز هستیم جوان مرد قصاب که میگیم، البته واقعا که قصاب ها خیلی برشان احترام قائل است، هر سال هر وقت میتونن نمیم سال گذشته هم یک خیرات بسیار بزرگ گرفته بودن به باره جوانمرد قصاب. و جوانمرد قصاب یک شخص بودن، قصاب بودن دیگه، بسیار آدم غریب پرور، دوست بسیار خوبی از دوست پروردگار بودن. دیگه معلومات خاص ندارم و میتونیم که به اصطلاح بلخ شریف یک جای بسیار مقدس بودنیم، یک جایی بودن که واقعا دوستای خدا سابقی میامدن میگه
شنیدگی دارم از بزرگای خود که در چهارسرکی بلخی میرسید میگه فازجا شبلی خدا و بتای خدا رو میکشیدن که دوستای خداست بهترامی نشه. بله بله دیگه واقعا یک جای مقدس است، جای خوبی است. گرچه دوستا بسیار وقت در ماهی بس رفیق جان اگر آماده باشی بریم به صحن مسجد و گفتین که دیگه مقبره بی بی رابی بلخی است. بلخی است بله. کدام کس دیگه هم گفتین است؟ بله بی بی رابی بلخی تنها دیگه. بس میریم سر مقبره نو. باز همونطور ما فرصت پیدا کردیم بریم به طرف جان مرد قصاب مقبره شون دوجه هست حتما. بله هست بجم با دوستا صحبت میکنیم در موردش. اونجا باز دوستا باز بخاطر از اینکه یکم تا میگه دندان درد میباشه باز خداوند خود شفا میده اونجا درختی از شاید رفته باشین شاید دیده باشین فقط تنها شنیدیم امروز از میخ است فقط همین قدر است که ما شما خودتون عقیده داریم به پروردگار قرآن و دیگه ما یک شخصیت است البته همین دم دندان خود میدانن که درخت هم پر از میخ است ان شاء الله باز اگر رفتین میبینین ان شاء الله بخیر میبینین بخیر باشین ببین که آرام آرام بریم و بیرون در صحن خود مسجد خواجه پارسای ولی و این مسجدی بود که گفتن 17 سال قدامت داره که در موردش قبلا براتون گفته بودم و این دوباره سازی شده و یعنی از اون زمان تا به حال این استوار باقی مانده. این هم بسیار چی میگن جای تعجب و جای افتخار است بر ما مردم افغانستان. خب بین بیرون بریم قربانتون سلامت باشید. میرونیم ما یک چیز دیگه میخوایم بر دوستان نشان بدم. دروازه مسجد ایم از امو زمانهای قدیم ماندگی است. شما ببینید دقیق نفهم کس کلام چوب کار شده ولی این دروازه ای است که 700 سال قدامت داره. شاید که 700 سال دیگه می دوام داشت داشته باشه. میبینید به امو زمانهای قدیم که ساخته شده واقعا خیلی جالب است و بسیار دیدنی هم است. و آل قرار است ما بریم به مقبره بی بی رابی بلخی گفتین بوده کلام قسمت است؟ خوب است پس ما را همراهی بکنید. دروازش کدام طرف است؟ دروازش اون طرف است. میرم تو آدم میماری شده در بازه زمینش که منجینه از رو برتان گفتم خواه بخیر داخل بریم باز دروازش کمه که حتما گپ میزنیم. خب یه همیشه دروازش بسته میباشه همیشه بسته میباشه بله یک سال نو اگر دوستا به خاطر زیارت اگر میامد بله دیدم خود باز میگنم بر باز دوستا بود که بوتا داخل شاییم مشکل نیست اگر بوتا تو نه خب بسم الله الرحمن الرحیم. بین همین طرف بین همین طرف بین اون طرف بریم. خب و ای است مقبره بی بی رابه بلخی. خب در مورد بی بی رابه چقدر معلومات دارین؟ دارین ندارین معلومات؟ در باره بی بی رابه بلخی یک اندازه معلوماتی که داریم و یک مکتب است مکتب دخترانه که البته به نام از اینا اختراع شده و همی سمت سرک چمتال می باشه و در ضمنش یکی از دوستای خداوند است خیلی سابقه است دیگه اینا 700 سال که میگن دیگه تا یاد ما نمیان که اینا اینجا دفن شدن دفن خاک شدن هم مردم به خاطر زیارت میان در مقبره بی بی رابه یا نه؟ به خاطر چرا نه حتما هر وقت که میان سالهای نو و غیر از سال نو هر که میان زیارت کردن میان مشکل نداره. خب به خاطر این دعا خواندن یا به خاطر کدام حاجت تو کدام مشکل چیزی؟ نه به خاطر دعا خواندن میان به خاطر کدام حاجت تو تا برای فعلا کسی چیز نکردن. به خاطر بعض مقبره یا بعض از دوست خدا که هستن مردم ها تومار میگیرن بند بسته میکنن نگم نیت و مراد میداشته باشن چرا چیزی خود در اینجا اتفاق نمیفته؟ نمیفته به خاطر از پیشتر که بهتون گفتم در جون مرد قصاب که هست به خاطر دندان دردی و گپا میره بازی کسا و بازی کسا است که به چیز خواجه سیوال بابا میگه که او به قسمت خواجه کارشای ولی است به قسمت هاست که بازی کسا سیوال داشته باشه دیگه داشته باشه باز اوجه میره قدرت های خداوندی دیگه کمی لایه میگیرن و به جای سیوال زدگی میره بدن به مرقب به زیارت میمانن یک عقیده خاص دارم بزرگم بعد همو خوب میشه و باز باز زیارت دیگه که از شهید هاست مثلا بازی کسا عقیده میکنه دیگه تو برای فیلن اینجا قسم میگه اتفاق نفت چی نشده اسمیه جان سپاس تشکر از راهنماییتون از معلوماتتون و خیر باشین. ما کمکی فرصت کم داریم و قرار است که بریم
طرف مقبره جوانمرد قصاب، چون زیاد در موردش شنیدیم و زیاد واقعا علاقمند شدیم که یک بار با اونجا بریم از نزدیک ببینیم. شما جان سپاس. تشکر. دیگه ما خوش شدیم که شما برای یک شخصیت ها رو داخل داریم و از اول دوستا مثلا از جای آثار تاریخی شما انشالله که دیده و به عمل میارین و خیلی خوش هستیم شما دوستا رو داریم. فقط یک دعا میکنیم باز بخیر میریم طرف مقبره جان مرد قصاب. حتما ما در خدمتتون هستیم. سلامت باشید. خب همینجا یک دعاک باش میکنیم خداوند اینا را خوش داشته باشه، روشان شاد داشته باشه. باز میریم سلام. سلامت باشین، بخیر باشین. یکی از دوستا خیلی زحمت کردین دیگه، خدا کنه که شما را بتونه دوستای ما مثلا خوش داخته باشیتون و قدرتون شده باشه. خیلی خوش شدیم با مجاهدین صاحبم صحبت کردیم، ما را همراهی میکنن، راهنمایی میکنن و شما همچنان واقعا برای ما خیلی خوش گذشت. ما خیلی خوش هستیم که یک مثلا یک چی برتون بگم، وظیفه منی جانی ماست که یک دوست شما رو دوستا که من میمون نوازی کنیم، کوچک نوازی کنیم و خوش هستیم که امارات اسلامی در افغانستان ما سر تا سر جهان پخش شده و خوش هستیم. تشکر که عزیز که شما را داشتید. بخیر باشین. دوست عزیز، شما گزارش بیننده هستین از یوتیوب آرزو و آل قرار است بریم و به طرف مقبره جوانمرد قصاب و آرزو میکنیم که شما در گزارش ما را همراهی کنید. خوشبختانه رسیدیم به زیارت جوانمرد قصاب و حالا شما دعوت میکنیم بریم داخل و از نزدیک ببینیم که در داخل زیارت جوانمرد قصاب چی هست و چی چیزها رو میتونیم اینجا ببینیم. خب چیزی که بیشتر به چشم من میخوره مقبره های زیاد درجه هست و بین داخل میریم. اگر اشتباه نکنم شاید امیر باشه، من تا هنوز نامدیم، اولین بار است که من به زیارت می آیم. و آنچه که شنیدیم گفتن یک درخت درجا وجود دارد، کسایی که دندان درد هستند یک میخ به درخت می کوبند و بعد از او دندان درد نمی شه و درد دندانشون قرار می کنه. اینجا آمدیم سیر علمی. خب بسیار خوب. از ولایت لوگر آمدیم. خب اسم شما؟ خواستیم که ببینیم همی ولایت بلخ از نزدیک. اسم ما آجی میراغا. آجی صاحب میراغا، شما از لوگر گفتین آمدیم. جانو از ولایت لوگر آمدیم. خب به کدام نیت، به خاطر چی؟ والا دیدیم گفتیم شرایط خوب است، امنیت است، آرامی است. از ولایت های خود یکان بازدید کنیم، دید بازدید شما که مردمی خود ببینیم، جامعه خود ببینیم، فرهنگ خود ببینیم. که فرهنگای ما چی تفاوتی داره، مردم ما چی تفاوت داره. دیگه مزار اومدیم، از مزار یه خاطره خوش داریم، ما دیدیم مردم بسیار میهمان نواز است، مردم بسیار آرام است، از فرهنگ خوبی برخوردار است. اولا بسیار خوش اومدین، خیلی خوشحالیم که شما را امروز در اینجا پیدا کردیم، از را بر ما قصه کردین. چقدر در مورد زیارت‌ها و جای تاریخی مزار شریف شنیده بودین؟ با زیارت خوب وقدر از لحاظ چیز بگیم شرعی بگیم تو عقیده نداریم، اما از جای تاریخی شه میخوایم که ببینیم و داشته باشیم، ببینیم وطن ما چی شخصیت های گذشته و چی مردم های گذشته است، از تاریخش با تو آگاه باشیم، خبر باشیم. دیگه فضل اللهی میدانیم، افتخار میکنیم با این شخصیت های ما که گذشته هایشون گذشتند و حالا نهایشون هم هستند. شخصیت های بسیار عالی بودن، خوبی هستند، مردم های خوبی بودن. اگر لطف بکنید کمی که از لوگر برای ما قصه بکنید، در لوگر چطور است وضعیت و اوجا هم جای تاریخی زیارت های هست نیست؟ لوگر هم خوب است، جای های تاریخی داره، خود چون تا امی حکومت گذشته هم مناطق ما به حد زیاد ناامن بود. حال فضل اللهی که نسبتاً امنیت هست، آرامی است. اگه بحران اقتصادی هست هم امنیت داریم.
مولانا او در اونجا ما هستم. ما یک کسی را داریم، یک شخصیتی که در اونجا از گذشته دیگه بعضی شخصیت ها هسته دیگه، تو نامایشون هم به ذهن ما نمیان، خب میگن قصه میکنند از قصه گذشته های خود که میگن مولانا یعقوب چرخی که میگن که یک جای تاریخی داره اونجا که گاه گاه میره مردم به سیاحت به دیدنش، او کمتر است، یعنی مزار باز فضل اللهی بیشتر تر است. جای بلخ شریف، بلخ شریف بله. بابا یک قصر ما وطن داره که دیگه هستن شنیدیم، میگن که در یک درخت است، دقیق نفهم در کجاست، میگن کسایی که دندان درد باشن به او درخت میخ میکوبن، باز بعد از او یه مشکلشون رفع میشه. من مارو پردار هستم که درخت در کجاست، شما هم تازه آمدین، خب حتما پیداش میکنیم. اگر باشه ما عقیدی نداریم اون چیزا باز قدر زیاده، من تا جای تاریخیش کوشش داریم که باید داشته باشیم ببینیم. مولانا جلال الدین بلخی جایش هم ما زادگاهش دیدیم، ما خانهش دیدیم که به چه حالتی بود، و بسیار یک شخصیت بالای بله. که افتخار همه کشور ما سر از اون وقت جای را دیدیم. بعض جای دیگه که تاریخی بود است که خوشایند بود برای ما. چه وقت اومدین و تا چند روز دیگه در مزار شریف میباشین که باز یک وقت فرصت پیدا کنین مهمان ما هم شوین؟ لطف شما مهربانی. ما خو بسیار متشکرم از تمام شهر مزار شریف که همهشون بسیار مردم میمانواز هستند و یک افتخار برای ما کمایی شده که دیدیم با این مردم. ما کم وقت هستیم خود تو این، چون خودم شما هم یکی از رسانه هاستین، ما هم تو یک رسانه وظیفه دارم و زود بازگشت میشم بس به کابل. کاش میشد که اشب مهمان ما میشد که همه که بیشتر قصه میکردیم، صحبت میکردیم، شما از لوگر میگفتین ما از مزار براتون قصه میکردیم. مهربانی میکنیم. خب است، دفعه اول اگر آشنا میشیم دفعه دوم باز میبینیم، اگر بودیم باز حتما آدرس یک به دیگر باز میگیریم، باز خبرگیرون میشیم. خب یک چیزی که بیشتر در مزار شریف زیادتر سر زبان هاست، همین قابلی مزاری نوش جان کردین نه کردین چطور بوده؟ یعنی هر غذای دیری که ما میخوریم بسیار لذیذ است، چون مردمش هم طور محبوب است، غذایشون هم طور محبوب است. سلامت باشین، انشالله براتون خوب خوش بگذره و بازم خیلی خوش آمدن، خیلی خوشحال شدیم که با شما چند دقیقه صحبت کردیم. خدا همیشه شما رو خوش داشته باشم، موفقیت در همه امورات کاری براتون میخوایم. تشکر از لطفتون. خیلی مهربانی. فرمایید. ما دیگه آل در تلاشم و درختی هستم که گفتن در اوجه میخ میکوبن. خوب است پس اول یک بار به داخل جرات جوانمرد قصاب میریم، پس بعد از او ما حتما از دوستا میپرسم که اون درخت در کجا است، تا که ما هم به اوجه بریم و گفته می پدر ما که اوقدر که عقیده نداریم. خب این داخل است، اون رو پیداش کردم، میریم داخل. یک کسی رو پیدا کردم، در نگهبان هستن، حتماً جمع میشه وقت میباشن. السلام علیکم پدر جان، خوب هستین؟ صحتتون خوب؟ ببخشید به اجازه من در پای دون ششتم. نه پروانه داره سیدیجا، خو میتونه که هر کس بیاید بشینه دعا کنه. قربان سلامت باشین، بخیر باشین. پدر نازین بین اول نامتون رو بر ما بگوین. نام ما سب ملنگ انگوت است. ملنگ؟ انگوت. ملنگ؟ انگوت ملنگ. انگوت ملنگ. خب امی انگوت نگفتیم که چی معنا داره؟ معنای ازی صاحب یک کوز در شبرغان سرپلش. ما همیشه موتروان بودم صاحب، تانکر تیل می چلاندم تا ترا. این کوه صاحب که نفتخان می برایه کوه انگود نام داره، امام صاحب خوردم موجه هست. شو صاحب دم بالا موندم دم جای ذخیره دم کلی کوه تو چرایی ها صاحب می برایی که مو موترهای تا ترا صاحب می برایه کمک دار صاحب. دم میشه شو در شیرین خو هستم کنم موی سفید آمد گفت ملنگ جان. من گفتم آی صاحب من موتروان هستم، ملنگ نیستم. دم شیرین خو صاحب، دم سیت هم خو هستم صاحب. هر شای هست صاحب در اون موتر، پشک هست، کوک هست، بودن هست صاحب، یا همه قاتم. بیدار شدم هیچ کسی نیست صاحب. کمه که دلم بود بترسم، من گفتم والا امام صاحب هست اینمی مرن نترسم. نیه من گفتم امام صاحب خونا یا گیلم تیل هم دادم دیگه نظرشه. غرض نمیگیره کنم گناه نکدیم. امو که پس تا شدم صاحب از امام خورد، پس دعا کردم دلم شکست. اومدم صاحب موتر ایلا کردم، جور تیار موتر اشتندر صاحب ایلا کردم. الله 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 سون مزار شریف. حالا کسی را نانم تلویستن میتانم نسوار را میتان کردم. گرد مولا ششتگیستم یک نفر غیبی پیدا میشه صاحب. بگیم کاکایی را اینانا خواه اینانا گرفتم. الله الله الله
صاحب یک روز دیگه ایجا قصابایی که سابق خیرات میشد مزاران اینمی جان مرد تیر قصاب است دیگه برد نگویم با دیگه صاحب ایجا کل قصابا از مزار و بیادر هیرات و قندار و تمام چار شرق و غرب که مسلمان هایش بو قصاب دیگه ایجا جمع میشدن ایجا من از یک کوچه بندر یخچه میگه آوردن در اینمی جا شاندن ملنگ جان تو همی جا هستی آقا صاحب این دیگه من دیدم که من خود لایاقی دربار ندارم خدا چطو کنم من گفتم صحیح خیلی وقت صاحب ایجا بودم خیلی وقت ایجا بودم کسی دیگر هی بود 30 سال تیر کده بود بوده پایزه مایسه همی تو چیزا بوده اگر رو اخلاص میکن مثلا یک جاروی و اخلاص میزه مشروط نمیبرام اینا پاکستان بود از پاکستان آمد چوچه داد من گفتم یک نفر هستم اسمت ماما پردید چوا همیجا خیلی وقتی که سیر شد که سمیت هست ایجا اینجا میشه ای تو رست او تو رست ملنگ انگود توی بریم همیجا باش من گفتم کاکا ما کبر ندارم از اولیا موتر ایلا کدیم دل قطعیر در پایش بود صاف لود بار کده می بردم تو گفت نی کمرم من مرم پس آمدم سر پس آمدم باز که دی ملنگ با اخلاص خدمت میکنه مردم آمد کنه چوب کسی که سیاسر ها میام و ایجای دوست ها مگی امی مخلص جانمر تیر همسایه شد چوب کارداش چوب می آوردم ده نمک هر شای مردم آمد نیکن دید والا این ملنگ به خدا ای تو آمد داره که توبه پس کنم کار دلش بو که کنم را جور کنه مرا یک رقم کنم ما گفتم بیادر توی کار نکن ما یک نفر آدم ما که هر جای اخلاص داشته باشم در خدا و جان مرد این روزی مرا میده اما تا استا کرده 5 سال گذشته 5 سال یک گرده می جوان مرده که میبینی سر بین با ایجان معلوم است لقه ما ماستن اینا سیار خوب قوم است نیمی قلا از امینا است از سابق کنده ایجا قومی امینا است دیگه صاحب اینمی تو ماندم اینا لباز مرا آوردین این ایجا دعا کنین که ملنگ تو بیا همیجا جارو کن اما سابقه ملنگ اونو قبر شد قومی است از یه وقت هست این پدرش از 30 سال تیر کرده از شما چه خبر میشه پدر جان که شما جب ملنگ است نگهداری میکنه 7 سال پیرامو دفعه اول بودم 7 سال حالی هم که نو آوردینم دعا کردین یک دو ماه میشه دو نیم و 3 ماه میشه خب اگر کدام قصه خوب در مورد جانمرد قصاب داشته باشین بر ما قصه بکنین از خوبی هاش و اگه قصاب بودن کدام چیز به یاد دارین شنیدی؟ بله 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 اینمی چیز یاد داشتم که صاحب گرفتار ازی شدم خب بر ما قصاب بودن بکنین این حال باز ملایی را چیستان فکر میکنه اگر نی اصل کنده که بگوی همی هست خب. که من میگوی یک روز صاحب یک بچه پاچا دمی منطقه یک بچه وزیر اینا کتابای تورات و انجیل دیده بودن صاحب مسلمان شده بودن مسلمان شده بودن از این پاچا از بچهش خبر شد وزیرم از بچهش خبر شد گفت که نکنین در دین محمدی شما نرین برادر گل ای تو رس او تو رس هر چی که کده بودن وزیر گفت یار چطور کنیم پاچا گفت امو پاچا وزیر گفت من می گوش بچه من میبرم تو می بینی شو ببر اید فقط در گردن شو میکنی مشار زده زده اینا را میکشی امی تو کدن سید پاچا می بینی بینی بچه شد میشه شق بری سید میشه شکاف کدن در گردنش انداخت وزیر بچه شد تل بیستم کدن میشه گوش بری ترپنه کرده میشه شکاف کده گردنش انداخت اقا زدن سید که از گشتن موندن خونم از جان از یار رفت رفتن صاحب در دشت بر آمدن افتیدن بچه پاچا گفت که چطور کنیم ما خواهی نکنم گناه نکدیم بچه وزیر گفت بچه وزیر گفت که بیا شما را میریم در شهر مدینه روشه چه کنیم گفت میریم گفت اونو میشه دانم مسجد خودم مندازه میگویم ما اینمی تو شدیم در دین محمد آمدیم شما بیادر گل قیما کمک کنیم یار غیبی گفتن که ایر غیر علی مولا
دیگه کسی انتقام از یار گرفتن میتانه در مدینه. سبکیز دیگه علی مولا خسرش دیگه از مسجد میبرن بخواب دیزن یک نفر گوشش بریدگی چکه بینیش خیرت از گفت بچه گفت آقا جان اینما در کتاب تورات یا انجیل زبور بوده گفت دیدین ما کلمه خواندیم این آمدیم پاچا بچه پاچاستم بینی ما بریده آقا جان این بچه وزیر از گوشش بریده تا این میجه به پیش شما صاحب به بسیار مشکل رسیده ایشه محمد علیه السلام سون کلگی کسای میکنه میگه انتقام از ایره که میگیره میگه علی مولا باز علی مولا میه صاحب این در چارسنگ سمرقند جان که او ایخو مادرش آراست فکرتا بگی این ای بلخ شریف از مثلا بلخ شریف بیت الشرف کعبه الاغبار ام البلاد مادر شارات هر چی که توصیف کنید ای کم است. برادر گل مولا میگه که من میرم قصد زیاره میگیرم میاسدم چارسنگ سمرقند جان میگه نیجه بالا دیجه میاد بچه پاچا پرسان میکنه بچه چاش چی میخوره علی مولا میگه میگه که آقا جان بچه وزیره بگو مولا خود گریه کرد و نالان کرد و نماز خوند و به خدا سای بزرگ بینی هم جور شد گوش هم بچه وزیر میگه بچه پاچا تو خب بچه پاچا هستی آلی هم پیش ما پاچا هستی این هرچی که تو میخوری سنگ هم میخوری ما میخورم باز بچه پاچا میگه آقا جان اگر شما شروع پخته کنید شروع پخته کنید با قنبر رای میکنه تورزین سرشان بلخ شریف دور از آله به تمام جهود ها پر بوده مولا گفت گوشت حلال بیار کل جا سعی میکنه از گوشت خرس و خوک و از جهودا قصاباش هست در یک دکان صاحب که میان سعی میکنه اینیمی گوشت حلال ترازوش هم طلا سنگش هم کاردش هم کاردمالش هم خدا از طلا میباشه طلا میباشه سعی قنبر که سعی میکنه میگه اینیمی جا برو از این میگیره که میان در این شار دیگه یک همی عبدالله قصاب مسلمان هست و بی بی رابیه بلخی صاحب و دیگه این امینا دیگه کسی ایجا بود و باش کرده نمیتونه در این امی منطقه در این منطقه قنبر میگه یعنی پیسر آقایم داده که گوشت خوبش بده یه جان مرد دیر که میبینه پیسر کلیمه نشته بوده صاحب یه ده پت میکنه از ترس جهودا نمیشه که پت میکنه از دمو جا گوشت خوبش نبوده ران میبره به قنبر میده خلاصه بگویم صاحب تا هفت دفعه که گوشت قنبر میبره مولایی براستی دروغ نیست دیگه ایده میخواقا خوب چتلش میکنه ای را امتحان میگیره ازی از جان مرد امتحان میگیره که باش که چه رقم قصاب است ایده ایجه تنها مسلمان است جان مرد پیر میگیره به فزدکانی میندازه خلاصه هفتش پوره میشه هفتش که پوره میشه دفعه هشتم مولا میگه قنبر بچه ما مقصابا بگو گوشت خوبش خونه دادی هم پیسه ما را پس بده این پیسه کلیمه و بسم الله نشته بوده این جان مرد پیر مسلمان بوده در او بیادر گل در گردن خود تاویز کرده انداخته پت میگه قنبر دویده 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 میگه گفت تیز آقایم گفت پیسه ما را بده میگه دخل سای که جان مرد پیر سای میکنه که این پیسه نیست قریب که قنبر ای را دیقم تورزین و تورزین از او بردار بوده قنبر پاچا یک زنگوار بوده صاحب شان و شوکت مولا را که دیده عشقش برداشته صاحب اما پاچایی زنگوار را اله کرده نه دیگه برادر گل نه که بزنه قنبر جان مرد پیره مولا وقت میرسه مولا خود نظر الله جایی به شیر درگاه نه در فقیری مولا نمره برده در ملایی نمره برده در قلندری در ناداری صاحب در بیچارگی در هر چیز یک بلیز جای نمونده که مولاش از دنه کده باشه مولا در فتن طرف جوان مرد پیز دور میخوره میگه عبدالله قصاب بیتی بچه این پیسه قم بره عبدالله قصاب آقا خانم جور کده و مولا حال پیش آمده نظر الله جای بر نمیشناشه میگه آقا نام ما چی میفهمی تو
میگه بچیم نوما که هفت پشت تم میفهمم پیسه خمبر بده پیسه نیزه او خمبر میگه بگی بچیم دامن تا زیر دامن عبدالله قصاب که میگیره خمبر شرنگ در دامن خمبر میفته مولا میگه خمبر بچیم پیسه تا گرفتی میگه خو ای جانمر تیر که میبینه سه ای شان و شوکت مولا را ای نمیشناشه سره از دیگه دیگه برادر گل دفت هم ماکم میگیره علی مولا را میگه آقا هم این چه از خانه من میمونه سه برو میگه بچه من میایم میگه نمیافی خو میگه برو من میایم چاش میشه سه مولا قطع قنبر دو بچه یک بچه پاچا یک بچه وزیر خودش بیادر چهار تا میشه چهار یار یار چهار یار صاحب میان سون خانه عبدالله قصاب سون ازی خانه ازی ای که میان جانمر پیرم از مولا انتیان گرفته انتیان گرفته دیگه رفته دیگه دروازه استاد شده که باشی چه رقم آدم از مرا گفته که من خانه دوست دوست پیدا میکنه میرو دو دروازه استاد میشه عبدالله قصاب جانمرد آقا مولا چه میگه بچه بیا ما را آزار نده اینی خانه تا میگه نه او خانه نیست بیا میگه بچه این خانه تا میگه مولا که این جانمرد تیر میگه میگه آقا سر از که توش که تا نشی یک دلش برده مولا دیگه مولا میگه چرا تا نشم میگه ما خلیفه را میارم همی سرداری را ببره همی تو آزاد خیلی از که تیر شد مولا میگه ما هم خلیفه هستم هم نجارم گلکار اگه با امر خدا که امر میکنه سید سرداری بالا میره بازو که با ایجان دور میشه مولا قمه هستش تیر میشه در اون نولی جان مردی ایجه که تیر میشه از هستش تا میشه امو خانه که به نام مولا جور شده بوده امو جعلی مولا میره او جان مردی نمیشه آقای خانه کلیج نده ایجه خب قصه که طولانی زیاد هست خلاصه مولا اشاره میکنه قلف میفتسته میره میشینه و خشتا طلا بوده قینوک و ذوالفقار کلش هم میکشه جان مرکوز میگه آقا میمان هستی یا خانه ویران میگه نی بچه ما خانه ویران نیستیم یعنی در زمین میشینم در میشه خو وقت نان میشه نان هم یارن مولا میگه امو شاگرد ما بیار میگه شاگردت نیست چرا میگه که شاگرد دی تو شده او تو شده خو دیگه آل خدا صاحب از جان مرتیر امتحان میگیره یک ملک هم میگه میگه خانه امو عبدالله که قصاب برو هر وقت که خانه ازی بچه میشد جاودا میامه از تیغ میکشنش دمو گواره دمو گواره نیکی افتایش همی تو کده هشتم گیش در چل متر زیر زمین گور است ششت برخواستش است یک ملای جهوداست او را سبق میته از مسلمانی یا از دوان از او یاد نمیگیره روزینه قتلا جان مرتیر میته لیکن علی مولا رفت از در اوجه او را قرآن شریف یاد داده به قسم تلاوت میکنه که مرغای او علاجه شیرین ازی فر بالش میریزه فر بالش میریزه آسه آل برد خلاصهش میکنه خلاصه که دیگه خدا صاحب یک ملک میگه که تو برو به چهره ملنگ پشت خانه امو عبدالله قصاب که جانباز و نوجه قبرش هست دیگه دمو گوشه میگه در دلش بسیار شیرین شدم مرا دوست داره یا امی بچه شه ملک میگه صاحب به چهره ملنگ پشت خانه عبدالله قصاب تق تق میزنه میبره جان مرتی میبره میگه که بگو ملنگ جان شکر میکشه تو امروز مسلمان آمدی میگه که این دینی میجه بشید به نام خدا می کاسر خون پر کرده بیتی به نام خدا بیتی دوایی کار شده میگه خو میای پیش زنش زنش میگه بیتی میای خو بچه را حلال میکنه نه چشم خدا وا میکنه پس سعی میکنه من ملنگ جان نه ملنگ است و نه پلنگ این ملک بوده را پس پیش خدا صاحب رفته گفته بیشک که تو همی تو بنده داشته سر خودش هم به نام تو میداده بیشکه بعد از او جنگ فتح میکنه مولا دیگه ای جانمرد پیره میگه بچیم این میجا پاچاستی میگه نی آقا ما همو کسبم خوب است با آن بعد مولا روخش طرف قبله دور میته سه دفعه سیدی تو در تخته شانش میزنه که بچیم تو عبدالله قصاب نیستی جانمرد قصاب هستی جانمرد قصاب هستی سه با کمرش هم بسته میکنه دیگه او بچه شه
که علال شده بود مولا دعا میکنه که به امر خدا او دعا میکنه، خداوند جور میکنه، او را یک خط میجیش بوده، او را میگه نامش ابوالحسن بوده. گفته نه بچه نام تو ابوالحسن نیست. گفته به خدا آقا نامم ابوالحسن نیست بچه، نام تو جانباز ولی بلاگردان است. در این بلخ شریف صاحب دکم 70,000 کی است؟ ولی، نبی، خود، غوث، شیخ، مشایخ. کتابی بر آمده بوده از یک برج ازی که را خود از اونها گفته بودین. دکم 70,000 کی است؟ ولی، نبی، خود، غوث، شیخ، مشایق. خوب است پدر خان که داخل بیم تک داره بکنیم که تما بسیار خوب باشیم. پدر نوزید جسید و مقبره دیده میشه، لطف بکنید بگید که اینا کی هستن و اینا اینا کی هستن؟ سب جانمرد پیر قصاب هستن، خودشان هستن. قصه کدم برتا. بله بله. اینا ایناش کی هستن؟ سب اینا 40 سال همیشه به تاریخ بسیار پیش خدمت کردن، جارو کردن، جمع کردن از همی اینا ملنگ بودن. ملنگ بودن، از همی بلخ شریف بودن، خونشان هم همی بلخ شریف ریختن از نافشان. 40 سال خدمت کرده، صاحب جارو کرده. بله بله. دیگه اینی کی است؟ سید مسکین پیری عبدال است. خب. سید مسکین پیری عبدال. اینا سید مسکین پیری عبدال است. خب. اما تو یکم قصه شدیم یعنی کسایی که دندان درد باشه دیگه میخ میکوبن اونا خوب میشن، صحتمند میشن. این درختش است. همی درخت است. این دروغ نیست. فکر کنین که از کنوم دوران ای در این کوکه زده شده بیبی؟ بی؟ ای خود دروغ نیست نه؟ یک نفر دروغ در دلش باشه یا یک اینا هم یک کرامات دارن. به دو چیز هست، به دندان دردی، سردردی. خب دندان سردردی گفتی؟ به دندان دردی و سردردی. اگر من زردوش بزنم باز میشه؟ نه، طاقه طاقه میشه. ای تو میخ ما برتان میتیم سب این ای رقم میتیم در دندان دردیتان کمک دکه میتیم. فعلا دندان درد نیستم، اگر کنون وقتی میشم فعلا دندان درد نیستم، چطور از باز؟ فعلا که دندان درد نیستی پروا نداره سب. وقتی که دندان درد کسی که میباشه مجبور دکتر سرگیری نمیکنه یا پیسه نمیداشته باشه میایه یک کوکه ایجا میگیره، ما فدوایش برش میگیم که در دندان دردید کمک دکه بیتی با ایجا که مندی دینمیجا جای پیدا کن، با بگو که خدایا درد دندان خدا همیجا میخ کدم، خدایا درد دندان خدا همیجا میخ کدم، با او مندازیدش با دیگه او هرچی که کن. باز امی خانواده که بیجا میان با کدام نیت با کدام مراد میان به زیارت جوان مرد قصاب، خانواده مردم که میان کدام نیت به خاطر چی میان بیشتر؟ بیشتر صاحب اینا که میان به خاطر دندان دردی است، جدا از دیگه به خاطر چی میان؟ جدا دیگه باز صاحب در وطن ما و شما خود صاحب این انقلاب است، دلای همگیشان شکسته است. میان که مثال خدا پدر و مادر ما را تو روی دار هستی، پیش خداوند دوست خدا هستی، مثلا جان مرد پیر قصاب پیش خدا روی دار هستی، دیگه به برکت خداوند شما امی گذشتهای ما را خدا ببخشه، دیگه از شرق تا غرب، شمال تا جنوب، از بابا آدم تا دردم کلیمه گوی رسول الله مبارک ببخشه، با مو قبرستان و عالی قبرستان، با موال قبیله امی دوست خدا با اونا دعا میکنن، با گذشتهایشان اگر بازش فرهنگ داشته باشه با جمله کریمه گوی رسول الله مبارک هم دعا میکنه. اینه باید اینه میجه یک دونه سنگ بود مردم رو در سرشانی خود منداختن، از او سنگ کدام قصه چیزی بیاد؟ بله، او به خاطر سنگ کرامات داشت. چی کرامات داشت؟ 4 کوین داشت. 4 کوین داشت، 7 نفر در دل یکش که قلبی می بود یا نیتش به قلب می بود که هر قدر می کدیدش رست نمی شد. اگر نیت از اینا براستی می بود امیر براستی رست نکنه. اما 7 نفر اما 7 نفر هم ایسان خب کرامات همی جامانده بود، بازی را که می گرفتم بسم الله الرحمن الرحیم گفته قید سراز قید نمی که کل 7 کل 7 نفر هم
این قدر بالا میشه صاحب که فقط کاسه واری این قسم در سر ده سنگ چه خبا سنگ هست یا نیست در اینجا؟ وزنی از اون صاحب به خداوند معلوم بود من میگویم برات وزنش را خداوند معلوم بود وقتی که میشد که 20 نفر هم قیکل که خود میگیره بالا نمیشد یک سر داشته این سنگ بردن سنگ بردن این سنگ بردن در مو پیش وقتا بردن معلوم نشد که کی بردن یک سنگ دیگه بود که پلغمان سنگ نام داشته از پالمان احمد زمچی ولی این را که در دلت قلب یک چیزی میگذشت لشم بود لشم بود ایج جی همی شور نمیخورد لشم بود بلاو واره اونا بیادر گل با یک نیت پاک که میگرفتیدش وقت از شانه تیسم انداختیدش خودش هم اتا از کوی البرز زده بود سای بوره قی پلغمان سنگ ایجا درون دور از آل باشه کافرها بوده دروازه با وقوع سای میگوی مورم چپا کده بود این ایجا دیگه دروازه بود سای افتم قلاسی ناف بلخ شریف هست ایجا رم زده بود چپا کده بود قصی از دو دیگه از باز از دو عبا مسلم صاحب خراسانی دلش خوشوقت شده بود این سای به این قسم این بلخ شریف که هست مادر شاراست اگر این حال از بلخ شریف که بری یک طرف دیگه بگوی از بلخ هستم زیارتت میکنن مردمی که در بلخ شریف هست هیچ قدرش نمیدن ممکن باش کردیم توکل به خدا خدا بزرگ است خب پدر نازن یک جان سپاس حالا بر ما دعا بتین ما بخیر میریم طرف مزار شریف یک دعایتون نیاز داریم خداوند شما را کامیاب و خیر بسازه که هر وقت بیاین تو خبر ما فقیرها را بگیرین انشاءالله بخیر خداوند پدر مادر پیر و استاد بابا و گدشتایتان را بیاموزه خداوند شما را انسان و حیوان چوچ و پوچتان را گدشته گدشته تان را خدای پاک از بلاهای خانگی، هوایی، زمینی، شرقی، غربی، شمالی، جنوبی انسان هایوان چوچ پوچتان رو نگاه کنه گدشتایتان رو بیا مزده بازماندگان شده پناه و عظمتش نگاه کنه دین دنیایتان گل و گلزار باشه صاحب کمیتو هر وقت بیاییم بخیر باشین آمین سلامت باشین شما پدرخان بخیر باشین دوست عزیز ای بود گزارش امروز ما در کل از ولسوالی بلخ براتون گرفتیم و آخرین جایی که ما دیدن کردیم زیارت جوانمرد قصاب بود اون قصه‌هاش از زبان ملنگ شنیدین واقعا خیلی قصه‌های خوب داشتن جوانمردی خیلی زیادی داشتن صفحه فیسبوک رو لایک بکنین یوتیوب هم سابسکرایب بکنین ما در ولسوالی بلخ هستیم معلوم نیست که کجا میریم تا گزارش بعدی روز بعدی که بازم انشالله یک گزارش از این مناطق براتون آماده میکنم هر یک تانه به خداوند پاک امانت میگذارم شاد موفق پیروز باشین مواظب خود باشین خداوند یار مددگارتان